سلام، وقتتان بخیر باشه بیننده‌ی عزیز. امیدوار هستیم که صبح امروز با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. امروز آمدیم به کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل. اینجا می‌خواهیم در یکی از دکان‌ها بریم صحبت داشته باشیم که چطور است فعلا وسایل انتیک که اینا به فروش می‌رسانند تا این همه سال بازار فروشات فعلا داره نداره، و در کنار از این می‌خواهیم ببینیم قدیمی‌ترین وسایل که اینا دارن چی هست و به کدام زمان‌ها برمیگرده قدمتش. سلام برادر، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ بخیر جان تان جور. ممنون. اسمتان؟ احمد جواد. جواد، چقدر وقت میشه که در دکان هستی؟ تقریبا یک وقت دو دکان پیش بودیم، یک 15 سال 20 سال زیادتر میشه. خودم که یادم میاد تقریبا یک 10 سال 11 سال میشه که اینجا هستیم. یک دو دکان دیگه ول نو دی دکان یک 2 سال میشه که اومدیم دیگه. چقدر مهارت دارید فروختن و خریدن اجناس که قدمت تاریخی داره؟ یک 30% 40% دارم دیگه، به خاطر که بیادرم می بود اینجا دیگه، حال کور نیست دیگه، باز من مجبور هستم کیجا بیایم، به خاطر که دکان باز قفل میمونه که نباشم. صبح چند بجه کار آغاز میکنید تا چند دیگر یا شام هستی اینجا؟ چقدر مشتری میایه؟ هست بازدید کننده یا نه؟ بازدید خو زیاد داره، مشتری هم هست، ولی فروش خرید نداریم. اگه زیاد وقت شد دیگه تقریبا ساعت 9 بجه آغاز میکنیم دکانه تا 4-5 بجه میباشیم. اما تو که گفتین فروش که قدر ندارین، باز خرید چطور است؟ مردم میاره؟ چون بیشتری وسایل قسمی که میفهمیم در خانه مردم میباشه و اونا بر شما میارن. راست میگی. این گپ هست خو اینال، به خاطر که فروش نداریم خریدم نداریم. اگه فروش داشته باشیم باز خریدم می داشته باشیم. حال فروش نیست دیگه، بعض وقتا بیادرم که خوشش بیاد میخره بعض چیزا را، اما حال دیگه فروش نیست و قدر خرید نداریم. دایی اواخر باز چی خریدین؟ دایی اواخر دیگه چیزی خاص نخریدیم زیاد وقت، ما آخرین خرید ما 10 سال پیش است. 10 سال پیش خریدین؟ باز از 10 سال پیش که خریدین چند جنس تا حال فروختین؟ از 10 سال پیش که خریدیم تا بال زیاد فروختیم دیگه، تو که حساب نمیشه دیگه. تو به خاطر یک دو سال میشه که کاروبار سقوط کرد، پیش از او خوب بود، پیش از او خوب بود میشد یک چیز، حالا یک کم انگ سره خوب است. خب بازم شکر است، هزار بار خداوند هزار بار شکر میکنیم، هزار بار شکر است. روزانه چند بازدید کننده می داشته باشی؟ از او جمع کدام چیزی هم میخره و بازدید کننده یا فقط دیدن میکنن؟ فقط دیدن میکنن. خب بازدید هم داره دیگه، خب قضیات نه دیگه، کم اما متوسط است دیگه. بعض وقتا تو در یک ماه دو ماه بعض نفر ها میاین، تو خوششون که بیا میخرن، که خوششون نبیا باز میرن دیگه جای. خرچ و مصرف دکان باز چطور تامین میکنی زمانی که فروشات نباشه؟ خرچ و مصرف دیگه خدا میروان است، یکان دکان دک راست تک رای از او میاد دیگه، باز یک دفعه میشه 4-5 ماه را حسابش جور میکنه، باز کارش این همی چیز است دیگه، یک ذره صبر کار داره. بسیار خوب، بر ما این قصه بکو که امی قدر وقت که خود در دکان هستی کار میکنی، با چی چیزای جالب روبرو شدی و چی احساس داره که امرای اشیای قدیمی سرکار داشته باشی؟ والا دیگه شوق است، شوق داشته باشی همه چیز میشه دیگه. باز خدا بیامرزه پدرم، او بسیار شوقی چیزا بودک دیگه، باز ما هم شوق از اون یاد گرفتیم دیگه. این حالا بسیار خوب، قدیمی ترین چیزی که در دکان است چی هست؟ چی زمان خریدینش چطور تا فروش نشده؟ قدیمی ترین چیزی نی افتادگان دسته بخارای اصلی، تقریبا 100 سال پیش خرید شده ای که پدر کلانم خریده بودش دیگه، تا بال مانده دیگه، تا به دل ما پر نفرش پیدا نشده که سرش بفروشیم. گفتین پدر کلان تانی رو خریده، یعنی دکان و شما هم دیگه قدمت تاریخی داره مثل این وسایل؟ جانا چند است قیمت از این؟ باز چطور گفتی که نفر به این دل ما پیدا نشده؟ یعنی ارزشش هر کس درک نمیتونه؟ جانا ارزش درک نکده و قیمت از او 85000 افغانی میباشه دیگه. تو نفر که به دل ما پیدا شده به خاطر تو نفر پیدا شده زیاد که بخریشه، خب ما به خاطر که اونمو اینمی چیز است که قدیمی ترین از دکان ما و اما مشتری ها رو اونمو کش میکنه طرف دکان دیگه، از اونمو خاطر بیادرم خیلی چند دفعه برابر شده مشتری نفروختیشه دیگه. چی چیزا داری در دکان برای ما نشان بده که بریم ببینیم؟ چند دانه دیگ است از 60 سال 50 سال قبل است دیگه، کلای طغرل است و بریم امور از نزدیک نشان ما بده که دوستان ببینه. چرا ایره کلای طغرل میگین؟ کدام گپ داره؟ میشه دیگه نمیفهم، مقصد کلای طغرل نامش هست دیگه، در جنگا پوشیده شده گفته میشه. خب چون در جنگا پوشیده شده و امو سریال هم در می اواخر بود، من به اونم مرد شده. من دیگه نمیفهم، بیادر من همون تو گفته دیگه، گفته کلاه تغلول هم باز قیمت از این چند است؟ قیمت از این نمیفهم دیگه.
برای ما در مورد این نقاشیان بگو، ما که اول آمدیم این نقاشی از کدام زمان از دقیق میفهمید؟ از 70 سال الی 80 سال قبل است مجسمه است. دیگه خطر معلومات درباره زیاد ندارم، اما که میفهمم که 80 سال سرش گذشته. باز مردم که آمده درخواست کرده به خاطر خریدش یا نه توجه نداشتن؟ نه توجه نداشتن به این چیزا. بسیار خوب، یک چیز جالب دیگه هم اینجا سیرام اگر نشان بتین بر ما، فکر کنم در گذشته در این آب میبردن استفاده میکردن. سر شطور چیزا که بسته میکردن به خاطر آب خوردن. دیگه این تقریبا یک 400 ساله تا 500 سال قدیمی است. باز اینا که هست یک همه که مثلا اینجاش کنده کنده و اصطلاح هم بگویم شده، باز امی باعث میشه که خریدارای زیاد داشته باشه و مردم بیاید؟ آه دیگه به خاطر که کونه میباشن، این چیز کونه بسیار ارزش میداشته باشه، از او خاطر که کونه است. اینا حالا دیگه چیزه که کونه باشه ارزش زیاد میباشن. دقیقاً. مردم کدام کشورها باز بیشتر می آمدن و بیشتر خرید میکردن در طول چند سال که بودی؟ دو سال پیش، سه سال پیش امریکایی ها زیاد می آمدن می خریدن و بسیار مشتری های امریکایی ها داشتیم. از وقتی که دولت سقوط کرد، بعد از این دیگه کاروبار دیگه زیاد سقوط کرد دیگه، حالا مزار با شکر است مگذره دیگه. بیشتر چی رو خرید میکردن؟ چی جلب توجه می شد؟ بیشتر سماوات می خریدن، قالین می خریدن، اینی دیکای میسی می خریدن. بر از وقت آسان بود بردن و آل بردن مشکل است که نمیتونه برده. اگر چند دفعه نفر آمده دیگار خوش کرده به خاطر که خوبش است، اما رای بردنش ندارن که چرا. قیمت یک دیگ مسی چند است؟ اینمی طلایی رنگ، اینمی ببخشید، اینمی طلایی رنگ تقریبا 800 دلار است قیمتش. شاید $800. شما باز چند خریدین ایره؟ ایره دیگه دو وقتش بیادرم خریدم، من خبر ندارم، من قدر معلومات زیاد ندارم. در مورد قالینا پیشتر اشاره داشتی که اونا قالینا میخرن، بر ما این رو بگو که تفاوت قالینا با قالینایی که تازه جور میشه و به فروش میرسه چیزه هست یا نه، یا دیگه بسیار قدیمی شده؟ او یا قدیمی شده، چیزهای قدیمی خودتان میفهمین که ارزشش نسبت به نو بسیار زیاد میباشه به خاطر که دست دوخته شده و او چیزایی که نو دوخته میشه او ماشین است، کار ماشین است، او رقم که دست میدوزه ماشین نمیتونه. بله، باز تفاوت قیمتاش چقدر است؟ تفاوتش دیگه بعض هایشان گلم است، بعض هایشان قالین است، دیگه گلم هایش متفاوت است، قالینش متفاوت است. بسیار خوب، اینجا بعض جواهرات هم از در مورد از او اگر بر ما بگویی چی وقت خریده شده یا چطور است، این بازدید کننده که میه و جواهرات هم توجه دارن یا نه؟ جان ها میبینن، خب باز بعض وقتا خوش میکنن میخرن، بعض وقتا خوش نمیکنن دیگه. در مورد چاینک ها چطور، او را از قدیم خریدین؟ از قدیم خریدیم جان ها، تقریبا یک 50 سال 60 سال میشه که خریدیم. چطور 50 سال؟ جالبی است که کس خرید نکرده او چاینک ها را. اوی همه فهمت من بدل بیادرم پیدا نشده، او می بود با خاطر که نیست، حالا پاکستان رفته دیگه من می باشم. دمی چند چیز که ما پرسان کردیم گفتین یک گان وقت مشتری بدل ما نمی بود، چطور شما می فهمید که این مشتری بدل تان است و می تانید که نمی جنس سبم قیمت بفروشید؟ دیگه اینا حالا اون مشتری می آمد دیگه چیزی که مثلا یک لک می بود توره ده هزار می خواست، 20,000 می خواست، باز زور رقم نمیشه دیگه که دیگه نقص کنیم باز زیاد نمیشه. از او خاطر دیگه باز نمیشه دیگه که بفروشیم سرشان. بسیار خوب، بریم طرف همی جواهرات که من پیشتر رو مشاره داشتم. قیمت های اینا با جواهرات که در دکان های جواهرات فروشی همی کوچه و فروش میرسند در چی هست؟ چه تفاوت داره اینا؟ تفاوت زیاد نداره، فقط همه که خوب از قدیم میباشه زیادتر از این چیزا کلش نه، بعض هایشان دیگه از قدیم میباشه دیگه و قدر زیاد ما دوباره معلومات ندارم. اینا دیگه حتما امو کسایی که از قدیم استفاده کردن باز میراث مانده آوردن بر شما فروختن؟ از جان و امو تر هستن. ممنون شما، بخیر سلامت باشین، کار خوش داشته باشین. زنده باشین، سلامت باشین. امروز آمدیم به یکی از دکانایی که در کوچه انتیک فروشی است و در کنار از چیزای انتیک به فروش میرسانند و قدمت بعد بعضی از وسایلشان به سالهای گذشته خیلی دور برمیگشت. گزارش امروز ما همین قدر بود، تا روز دیگر خدا نگهدارتان.